سلام، صابر هستم. در ماه اردیبهشت یا ماه می، امروز ششم ماه می و فکر میکنم هجدهم اردیبهشت باشه. عرضم به حضور شما عزیزانم، در فصل بهار یا در تابستان سرگرمی های زیادی ما میتونیم برای خودمون از طبیعت به وجود بیاریم. میتونیم در بالکن هامون، در پشت بون هامون، در حیات هامون، در باغچه هامون، در باغاتمون و حتی اگر اینا رو امکاناتشو نداریم، چه اصراریه که ما حتما مالک اون کاری که میخواییم انجام بدیم حتما شخص خودمون باشیم. این همه بیابون در سطح جهان هست، میتونیم به پارک های جنگلی که در اطراف شهرها پراکنده است یا حتی زمین هایی که میدونیم به دسترسی به آب آسونه، میتونیم حتی این کارها رو ما در اونجا هم انجام بدیم. حتی ما میتونیم در بیابانها ببریم نهالهای درختهای میوه رو بکاریم. به نسبت شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه ما میتونیم انتخاب بکنیم که رویش یک درخت میوه در منطقه‌ای که میخواییم اقدام به کاشت بکنیم بدون دردسر و بدون مراقبت ویژه رشد بکنه. ما حتی روایت داریم که حضرت علی علیه السلام در شهر کوفه نخل کاری میکرده، جنگلی از نخل به وجود آورده بوده در اونجا. پس ما میتونیم با یک چنین اعمالی نامی از خودمون برای بشریت باقی بگذاریم. خیلی از ما وقتامون رو هدر میدیم در تماشای ساعتهای بیهوده به تلویزیون، ساعتهای بیهوده سر کوچه ها وایسادن به هم دیگه جوک گفتن و حرف زدن و ساعتها پای وسایل شبکه های مجازی وقت هدر دادن. امروز اگر ما میبینیم در بخشایی از کره زمین، نه تنها در ایران، ما با خشکسالی مواجه شدیم، اگر ما میبینیم در بخشایی از کره زمین مشکل بیابی، مشکل ریزگردها، مشکل طوفانهای شدید، حتی زلزله‌ها، حتی نشستهای زمین، فرورفتهای زمین هستیم، هیچ کسی این کار رو نکرده به غیر از خود ما انسان‌ها. نسل‌های گذشته و نسل‌های حاضر دست به دست دادن بدون توجه به آینده بشری، بدون توجه به اون نعمت‌هایی که خداوند ارحم الراحمین به ما به رایگان ارزانی داشته، اون رو برای خودمون ساختیم مالکیت‌های خصوصی. و حال اینکه ما زمانی که میمیریم و به خاک سپرده میشیم یا به رسم بودایی ها سوخته میشیم، خاکستر از ما باقی میمونه و اون خاکستر رو در آب میریزن یا اجساد ما رو در زیر خاک دفن میکنن، ما میبینیم که ما هم جزی از اون رایگان ها میشیم. بخشی از وجود ما جذب زمین میشه، از وجود ما سبزه ها و گیاه ها رشد میکنه. پس بنابراین خداوند ارحم الراحمین همه نیازهای موجودات رو در این کره زمین تنظیم کرده و ما رو دونه به دونه بنا به شرایط اقلیمی و زیست محیطی خلقمون کرده. به طور مثال اگر یک سیاه‌پوست رو در آفریقا خلق کرده،
به دلیل اینکه پوست اون سیاهه فقط به فقط در مقابل تابش شدید خورشید اون منطقه و خشکی هوا و سوزان بودن محیط پوست رو تیره خلق کرده که بتونه مقاومت بکنه. یا در کشورهای اسکاندیناوی میبینیم پوستا بسیار سفیده، اونجا چون تابش خورشید نیست، ویتامین دی درصدش خیلی پایینه، پوست هر چقدر تیره تر اونجا باشه جذب ویتامین دی کمتر میشه. پوست هر چقدر روشن‌تر باشه و در مناطقی که تابش خورشید کمتر هست، اون به دلیل روشن بودن جذب بیشتری میکنه خودش رو. پس بنابراین باید دست به دست بدیم خطاها و اشتباهات نسل‌های گذشته و حتی نسل‌هایی که امروز هستن موجودن رو به نوعی هر کسی در حد و حدود و توان خودش انجام بده. متاسفانه در کشورهای جهان سوم همه مردم انتظاراتشون از دولته، فقط از دولت میخوان، عین این بچه های نونور که فقط از پدر و مادر خرجی میخوان. ما در واقع جهان سومی ها نونور بار اومدیم، علارغم اینکه کشورامون از لحاظ اقتصادی ضعیفه، از لحاظ تکنولوژی بسیار ضعیف‌تره، ولی آدمایی هستیم که فقط خواهان گرفتن از یک دولت هستیم، و حالی که دولت هم از خود ماست. این ماییم که اتفاقا برعکس باید به دولت کمک کنیم، باید دست دولت رو بگیریم، نه اینکه دولت رو سر راهش مشکلات عدیده به وجود بیاریم. عده شکایت میکنن که شهرداری ها سگ ها رو میکشن، خب رفتار ما با این سگ ها چجوریه؟ عده شکایت میکنن که مثلا یک مجتمعی اومده یک جنگل رو خوشگونده داره توش ساختمون سازی میکنه، ما رفتارمون با اون محیط چیه؟ منی که میام زباله هام رو به راحتی تو بیابون ها رها میکنم، منی که میام به بهانه رفتن به تفریح به منطقه سرسبز دشت کنار رودخونه ها به غیر از تخریب و خرابکاری کار دیگه ندارم، پس چه انتظاری دارم از دولت؟ ما پس باید بیاییم اول خودمون رو اصلاح بکنیم، بعد انتظار از دولت مردانمون داشته باشیم. دولت کارش ارگانایز کردن کار ماست، تنظیم کردن کار ماست. فقط به فقط وظیفه دولت اینه که بودجه یک کشور رو تامین بکنه و کارها و اشتغالها رو تنظیم بکنه که هرج و مرج به وجود نیاد، قانون به وجود بیاره. کار دولت قانون گذاریه، کار دولت این نیستش که بیاد از درختای من مراقبت بکنه، کار دولت این نیست بیاد از آبهای رودخونه‌های من مراقبت بکنه، کار دولت این نیست که بیاد برای من شغل به وجود بیاره. شغل رو من نوعی باید به وجود بیاریم، من نوعی باید به دولت فشار بیاریم که این شغل باید باشه و این نیرو ما نیاز داریم برای شکل‌دهی این محیط. به هر حال امروز قصد دارم در رابطه با این گیاه زیبا که از اصلیتش از سرزمین هند، بنگلادش، اندونزیا و بخشی از آسیای جنوب غربی که در آمریکای لاتین هم بسیار طرفدار داره به خاطر گرما و هوای مخصوصی که در این منطقه هست، به نام کارتون. این گیاه حدوداً 20,000 نوع از خودش داره و رنگ ها و ابعاد مختلفی داره. رشد توسعه این گیاه، حالا یه دم اسمش رو گل گذاشتم، بسیار آسونه، بخصوص در مناطق گرمسیر و مرطوب. حتی در شمال ایران هم میشه اینها رو در طبیعت آزاد کاشت، و در آسیای جنوب غربی بیشتر در جاده ها، در خیابون ها، در اماکن های عمومی ما اگر تردد بکنیم میبینیم این گیاه زیبا و دلپسند رو. نگهداری و پرورش کارتون بسیار بسیار آسونه. یه عده هم به این میگن
پیترا کارتون. به هر حال اسمای مختلف همانند روز اسامی مختلفش گذاشتن، این هم به همون شکله و این رو میشه ما به عناوین مختلفی ازشون استفاده بکنیم و نگهداری بکنیم. بسیار ساده است نگهداریش. نگهداریش به این شکله که اگر ما میخواییم اینو بیرون نگه داریم، کسانی که در مناطق خشک در آپارتمان ها و در ساختمون ها اینا رو نگهداری میکنن، بهتره که از اول بهار تا نیمه های پاییز کارتون رو ببریم بیرون نگه داریم. ولی اگر بیرون نگهداری میکنیم باید جایی قرار بدیم که 1 تا 3 ساعت آفتاب صبح رو بگیره و اگر در داخل ساختمون نگهداری میکنیم باید در پشت پنجره‌ای باشه که حداقل روزی 1 تا 5 ساعت آفتاب روز رو ببینه. در غیر این صورت رنگاش از بین میره، رنگ آمیزیش از بین میره. تکثیر این گیاه از 2 نقطه میشه انجام داد. یک نقطهش اینه که ما ریشه رو به راحتی از توی گلدون که در بیاریم به این شکل. اجازه بدید اول من این گلدون رو آماده بکنم. ما در ضمن اینو توضیح بدم که یه عده زیادی علاقمند هستن که از گلدون‌های پلاستیک استفاده میکنن، یه عده هم علاقمندن از گلدون‌های سفالی استفاده میکنن. اینجا میخوام فرق بین گلدون سفالی و گلدون پلاستیکی رو خدمتتون عرض کنم. گلدون سفالی از اطرافش هوا وارد ریشه میشه، از اطرافش آب اضافه رو تخلیه میکنه، اگر نمک در خاک زیاد باشه فیلتر میکنه میده بیرون. اگر زیر گلدون در جایی باشه که حساب زیر گلدونه اصطلاحا ایرانی ها میگن که آب زیاد باشه، آب زیسته باشیم، این سفال جذب میکنه و دوباره برمیگردونه به ریشه. پس آب جندیدگی و آب موندگی و تولید پشه در گلدون‌های سفالی درصدش خیلی پایین تره. بو گرفتن در گلدون‌های سفالی در حد صفره، ولی در گلدون‌های پلاستیکی تنها مجرایی که وجود داره برای تخلیه آب همین سوراخ‌های ته گلدونه. البته گلدون سفالی هم باید این سوراخ رو داشته باشه. سوراخ رو به این دلیل زیر گلدون می‌ذاریم که آب اضافه یا حتی آبی که داده میشه به گلدون‌ها باید راحتی عبور بکنه، نمونه ثابت و ساکن، عبور میکنه. سفالی خوبش اینه که عبور میکنه میره توی زیر گلدونی و اون بخش آبی که در زیر گلدونی مونده با گذشت زمان با تشنگی گل و خشک شدن سطح خاک این به حالت فیلتر این آب رو میکشه میارتش بارا. و اکثرا دوست ندارن گلدونهای سفالی رو به دلیل اینکه شورابه میزنه کناره هاش. خب میتونیم ما از گلدونهایی که لعاب دارن استفاده بکنیم. گلدونهای لعاب دار اصولا اگه دقت بکنید زیرش رو هیچ وقت لعاب نمیزنن، بدنش رو میزنن به خاطر زیبایی و باز همون زیرش کمک میکنه به فیلتر شدن آب. برای خدمتون عرض بکنم که الان این کارتون جاش بسیار تنگ شده. ببینید ریشه ها از اینجا زده بیرون، باید جابجا بشه. ما میتونیم این رو به چند گلدون همین الان تبدیلش بکنیم. تبدیل کردنی به چند گلدون به راحتیه. الان خدمتتون عرض بکنم بعد وقتی ما میخوایم گلدون رو شروع بکنیم توش کاشتن، در درجه اول من دستکش دستم بکنم، سلامتی خودمون خیلی مهمتر از محیط اطرافمونه. ما اول اگر محیط اطرافمون رو تمیز نگه داریم و به گل گیاه آراستش بکنیم به خاطر سلامتی خودمون و اطرافیانمون. پس اگر میخواییم با گل گیاه کار بکنیم حتما دستامون رو بپوشونیم، حتی اگر میخواییم سمپاشی بکنیم حتی صورتمون هم بپوشونیم، چشمامون رو با عینک بپوشونیم که آسیب به ما نزنه. به من معتقد به این هستم که تای گلدون رو با زغال همیشه من پر میکنم. کف گلدون رو زغال به چند دلیل از زغال استفاده میکنم.
ما میتونیم از خرد سنگ هم استفاده بکنیم، ما میتونیم از خرد چوب هم استفاده بکنیم، ولی چون چوب سوخته به زغال تبدیل شده، بنابراین تولید قارچ نمی کنه. زغال خودش یک فیلتره دیگه، از زغال هیچ نوع حشره تولید نمیشه، هیچ نوع آفتی به زغال زده نمیشه، چون تمام سلولاش سوخته و از بین رفته، تنها یک فیلتر شده. بنابراین ما از زغال ته گلدون میریزیم به این شکل، به مقدار 3-4 سانت. اگر زغال نداشتید میتونید از پوشک بچه خود بکنید بریزید تهش، یا نوار بهداشتی، فرق نمی کنه. خرد بکنید نه سالم، خردش بکنید بریزین کف این. چرا ما زغال میریزیم یا چرا از پوشک بچه استفاده میکنیم، یا عده‌ای هم مثلا که خرد سنگ میریزن، خرد سنگ رو به این دلیل میریزن که این سوراخ ته گلدون بسته نشه، چون اگر ما وقتی که خاک رو پر بکنیم توی گلدون و بذاریم روی زمین، قرار سالیان سال و ماها بمونه در زمین، اون خود به خود اون سوراخ رو میبنده و آب تخلیه نمیشه. خرد سنگ میریزن یا خرد سفال میریزن یا خرد چوب میریزن که این خاک نره اون پایین نشست بکنه، ولی زغال خوبیش اینه که آب رو جذب میکنه، در خودش نگهداری میکنه. اصولا یخچال ها وقتی که بو میگیرن زغال میذارن توش که بوی زغ رو بگیره، پس بوی گندیدگی ته ریشه رو زغال خونسا میکنه. در آبدهی گلتون صرفه جویی میشه، آب رو نمیذاره به صورت تبخیر بشه. وقتی خاک در سطح بالا وقتی دست میداریم ببینید حالت خشکی داره، و همین زغال اون پایین مقداری آب رو ذخیره کرده و نگهداری کرده. و اما کارتون رو به این حالت من از اینجا بزید درش بیارم براتون بیشتر توضیح بدم. در آوردنش هم اصولا نکوبید گلدون رو این ور اون ور، به این حالت با پنجهاتون فشار بدین به تای گلدون، فقط ببین به همین راحتی در میاد. این الان ببینید پر از ریشه است. حالا اگر ما بخوایم این رو تکثیر بکنیم خیلی خیلی ساده است. این رو یه سطل آب میذاریم، کلن ریشه رو میکنیمش داخل آب، بدون اینکه بهش ور بریم، یه چند دقیقه که نگه داریم تمام این خاکا نشست میکنه تای سطل آب، و اون موقع ببینید این الان یه قسمت این طرفه، یه قسمت دیگه هم این طرف دیگه است. ما میتونیم به همین سادگی این رو به دو تا گلدون تبدیلش بکنیم، یا حتی میتونیم این برگ رو از ته قیچی بکنیم و داخل خاک نرم قرار بدیم، نه خاک سفت. ببینید خاک رز، خاک باغچه نباید برای اینجور گیاه ها استفاده کرد. از پوسته تنه درخت هم برای گلدوناتون استفاده بکنید، پوسته تنه درخت رو که به انگلیسی هم بهش میگن بارک، اون رو مخلوط بکنید توی خاک گلدونتون. خاک گلدونی که عرض میکنم حتما کامپوست باشه یا ورم کامپوست باشه فرق نمیکنه، این رو به این دلیل استفاده میکنیم که نرم باشه، ریشه ها بتونن راحت عبور بکنن. برای استفاده برای چنین گیاهی بهتره که از کامپوست استفاده بکنیم. کامپوست نرمه و کامپوست هایی که در فروشگاه ها فروخته میشه مخلوط در واقع، ببینید توش هم کود شیمیایی داره، کود شیمیایی بالانس داره، هم پرلایت داره، اینا رو کاملا همه رو میکس کردن، خورده های همون پوسته تنه درخت توش داره. نگاه بکنید وقتی که میخوایید به اصطلاح ایرانی یا خاکی که برای گلدونتون بخرید، حتما خاکی رو برید تحقیق بکنید، بگید که مناسب با گیاهتون باشه. هر خاکی رو به هر گیاهی ما نباید مخلوط بکنیم. برای این رو روی زغال به همین شکل از این خاک مخلوط می‌ریزیم، گلدون رو قبل از اینکه بخوایم در بیاریم می‌ذاریمش این تو تا ببینیم سطحش درسته یا نه. یه مقدار دیگه باید بریزیم که بیاد برابر بشه به این حالت. این الان دیگه باید برابر شده باشه. خیلی از من سوال می‌کنن که آقا مثلا
گلدونم رو من چند روز یه دفعه آب بدم، گلم رو چند روز یه دفعه آب بدم. ببینید اینا رو من میتونم اینجا توضیح بدم، الان همین دارم بگم. مثلا این سه روزی یه لیوان آب، چهار روزی یه لیوان آب، هفته یه لیوان آب. نه این اشتباهه، این غلطه. به طور مثال الان خب همینجوری که میبینید اطراف من محیط بسیار سرسبز و منطقه بسیار حاصلخیزیه. خب وقتی هوا گرمه طبیعیه اینجا کولر روشنه، و وقتی هم که هوا سرده بخاری روشنه. پس بنابراین ما باید نگاه بکنیم ببینیم شرایط محیطی که ما درش زندگی میکنیم چگونه میباشه. اگر به فرض مثال من در یه خونه زندگی بکنم مثل آبادان، کولرم نداشته باشم، این گلم داخل خونم باشه، هوام شده 40 درجه، 45 درجه، 50 درجه بالای صفر، پنجره‌هام باز گذاشتم چون کولر ندارم، جریان باد، جریان گرمای باد، حتی تو در آریزونا، حتی در نوادا، حتی در نیومکسیکو، اونجا هم هواش همانند آبادان اهواز و اون خرمشهره. بعد پس طبیعیه این جریان باد گرمی که میاده میره و اون درجه حرارت بالا، این آب ممکنه هر یک روز یک دفعه اون آب بخواد. ولی جایی که کولر روشنه و هوا بسیار خنکه و تبخیر آب بسیار سخت به وجود میاد، پس بنابراین ما نیازی نیستش که بخوایم این رو هر روز آب بدیم، میشه سه روز، چهار روز، یک مرتبه. حالا اگر بخوام من این رو توضیح بدم مفصل، اون وقت ویدیوها باید بشه 3-4 ساعته و عده زیادی از هموطنان عزیزم کم حوصله‌ان، به من تکس میدن یا زیر ویدیوها مینویسن آقا تو چقدر وراجی میکنی، یا بعضی حتی فوش خوار و مادر به من میدن که تو چقدر حرف میزنی. خب بالاخره من یه وظیفه‌ای دارم، خداوند در همه رحمین به من یه استعدادی داده، یک علمی رو داده، منم وظیفه خودم میدونم که اون رو در طبق اخلاص بذارم و به عنوان عبادت قبولش دارم. این کار رو که انجام میدم نامش رو گذاشتم عبادت. عبادت هر دینی برای خودش یک قبله‌ای داره، یک شریعتی داره، یک احکامی داره، یک اصول دینی داره. پس بنابراین من برای خودم این احکام رو، این اصول رو قائل هستم، راه خودم رو برم و به فوشایی که شما عزیزان به من میدید اصلا گوش نمی کنم، و تازه بهتونم میگم که خیلی هم دوستتون دارم. حتی چندی قبل یه دوست عزیزی برای من تکس فرستاده که سوالی کرده و من جوابش رو نداده بودم، بعدش یه چند روزی گذشته بود و من به هر حال گرفتارم، کارم زیاده، زیرش نوشته شد احمق تو که جواب نمیدی، غلط میکنی، شمارت میذاری. خب دوست عزیزم من وظیفه خودم میدم جوابگو باشم، ولی من باید وقت بکنم جواب همه رو بدم. روز میشه که من 1500-600 تا مسیج برام میاد، از اینستاگرام، از تلگرام، از واتساپ، از ایمو، از حتی ایمیلام. من ایمیلامو جواب نمیدم، در ضمن به من ایمیل نزنید، چون اگه بخوام ایمیلامو جواب بدم خیلی وقت گیره. از طریق اینستاگرام و تلگرام و اینا صدامو سریعتر ضبط میکنم، به گوشتون میرسونم. برای وقتی اینو به این شکل گذاشتیم، دورش رو با احتیاط با حوصله خاک رو میریزیم، و در ضمن سطح بالای گلدون ما نباید دیگه از این مقداری که بوده پایین تر بره توی این گلدون جدیدمون. یعنی باید سطح گلدون اولیه رعایت بشه. مبادا یه وقت تنه رو به زور فروب کنیم زیر خاک. لول خاکمون باید دقیقا لول همون مقداری باشه که قبلا بوده. یعنی کمترش نکنیم و بیشترش هم نکنیم. اون بوته قبلی، اون ریشه قبلی نبزنه بالا، نبره زیادی پایین توی خاک. این رو به این حالت، این خاک مخلوط رو که بسیار خاک لوم و بسیار خاک خوبیه، این خاک آب رو در خودش جذب میکنه، نگه میداره، ولی آب زیادی رو در خودش نگه نمیداره. تنها خاک که آب زیادی رو در خودش نگه میداره خاک رسه، و از خاک رس هرگز برای گلدوناتون استفاده نکنید. و در ضمن از توی گلدوناتون به این خاکاتون حتما حتما از توفاله قهوه استفاده بکنید. توفاله قهوه رو
توی خاک گلدوناتون مخلوط بکنید. توفاله چایی هم خیلی میکنم، ولی توفاله قهوه با توفاله چایی فرق میکنه. توفاله قهوه از رشد و تکثیر حشرات جلوگیری میکنه، ولی برعکس توفاله چایی تازه حشره به وجود میاره. چرا حشره به وجود میاره توفاله چایی؟ به این دلیل که برگهای چایی وقتی ما میریزیم روی گلدونامون کاملا یک عایق به وجود میاره و حشرات اون زیر زندگی میکنن. اصولا حشرات زیر بوته ها، زیر ریشه ها میرن زندگی میکنن. به همین دلیل پس ما سعی میکنیم که از توفاله چایی اگر هم میخواییم استفاده بکنیم، توفاله چایی رو با خاک مخلوط بکنیم، نریزیم روی سر گلدونامون. ولی توفاله قهوه رو میریزیم روی سطح خاک. توفاله قهوه در گلدون جلوگیری میکنه از تولید و رشد حشره، و در باغچه جلوگیری میکنه از تولید و رشد حلزون، کرهای مزاحمی که ریشه ها رو اذیت میکنه. پس بنابراین این کاری بود که امروز انجام دادیم، این یکی هم باید عوض بکنیم. اینم به هر حال خیلی جاش تنگ شده، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. میدونم که حوصله‌تون کمه، حوصله‌تون زود سر میره. دوستتون دارم. شماره تماس من در آمریکا هست 201-314-2836-411. اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایمو در خدمتتون هستم. براتون از خداوند در همه رحمین آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. بیایید طبیعت رو برای خودمون مقدس بشماریم. طبیعت که نباشه ما مسجد نمیتونیم داشته باشیم. تو بسیاری از نقاط جهان مردم کوچ کردن، حتی در خود ایران خودمون، در سیستان و بلوچستان. وقتی که ناچار بشیم به کوچ کردن، عبادتگاهامون از دست میدیم، مساجدمون از دست میدیم، حتی اعتقاداتمون از دست میدیم، میافتیم به جون هم دیگه، میریم تو حریم زندگی دیگران. هر ملتی برای خودش منطقه جغرافیایی خودش داره. اگر ما حفظ کنیم منطقه جغرافیایی خودمون رو، دیگه لازم نیست بریم توی منطقه جغرافیایی دیگران. مثلا سیستان بلوچستانی رو بلند بشه بره تو مشهد، یا بره تو مازندران یا در شیراز زندگی بکنه. هر کسی باید مسئول حفظ محیط و منطقه خودش باشه. و بزرگترین اشتباه هم اینه که آب رو ببریم به طرفی که مردم زندگی میکنن. ما باید مردم رو ببریم به طرفی که آب هست، برعکسه. الان اگر شهرهای ما بزرگ و بزرگتر میشن و بیابی داره هی بیشتر و بیشتر میشه و گرفتاری ها بیشتر و بیشتر میشه، به این دلیلی که لوله کشی میکنن، آب از اصفهان و هم دارن میبرن قم، از قم میبرن یزد، از اونجا میبرن اینجا. و حالی که میتونستن این مردم رو ببرن در همون منطقه. مگه ما در کردستان یا در همون سیستان و بلوچستان ما رودهای بسیار خوبی داشتیم؟ در خوزستان رودهای بسیار خوبی داریم هنوز، در آذربایجان به همین شکل، در شمال ایران به همین شکل. ما هنوز رودخونه ها و دریاچه هامون همشون از بین نرفته. ما باید کاری بکنیم که مردم رو ببریم به کنار اون آب ها، اونجاها تأسیسات به وجود بیاریم، کارخونه به وجود بیاریم، زمینای کشاورزی به وجود بیاریم که مردم برن در کنار اون آب زندگی بکنن. در همین کشور آمریکا اگر دقت بکنید، تمام دندان ها در کنار آب ها ساخته شده. نرفتن ببرن توی بیابون برهود آب اون رودخونه ببرن اونجا. آب آوردن کنار رودخونه دندان یا همون مرکز شهر رو در اونجا ساختن که هم از لحاظ آلودگی هوا کمتر میشه، هم مردم از دیدن جریان آب لذت میبرن، عین گذشته های رود زاینده رو. دوستتون دارم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزانم باشه.